اعمال فصل 21. ما از آنان خدافزی کرده آنجا را ترک نمودیم و از راه دریا مستقیما به جزیره کوس آمدیم و روز بعد به بندرگاه جزیره رودس وارد شدیم و از آنجا به پاترا رفتیم. در آنجا کشتی دیدیم که عازم فینیقیه بود، پس سوار آن شدیم و حرکت کردیم. همین که قبرس از دور نمایان شد، ما از طرف جنوب آن گذشتیم و سفر خود به سوی سوریه ادامه دادیم و در بندر سور لنگر انداختیم، زیرا قرار بر این بود که بار کشتی را در آنجا خالی کنند. در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و 7 روز پیش آنان ماندیم. آنها با الهام روح خدا به پولس اصرار کردند که به اورشلیم نرود و چون وقت ما به پایان رسید، بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم و جمیع آنان با زنان و اطفالشان ما را تا خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در لب دریا زانو زدیم و دعا کردیم و با یکدیگر خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی شدیم، آنان به خانه های خود بازگشتند. از سور به سفر دریایی خود ادامه دادیم و به شهر بطلمیوس رسیدیم. در آنجا برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با آنان به سر آوردیم. روز بعد آنجا را ترک کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپوس مبشر که یکی از آن 7 نفری بود که در اورشلیم انتخاب شده بودند رفتیم و پیش او ماندیم. فیلیپوس 4 دختر باکره داشت که همگی پیشگویی می‌کردند. پس از چند روز یک نفر نبی به نام آکابوس از یهودیه به آنجا رسید. او پیش ما آمد و کمربند پولس را برداشت و دست و پای خود را با آن بست و گفت: آنچه روح القدس می‌گوید این است که یهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند را این طور خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند سپرد. وقتی این را شنیدیم، هم ما و هم اهالی آن شهر به پولس التماس نمودیم که از رفتن به اورشلیم صرف نظر نماید. اما پولس در جواب گفت: این چی کاری است که شما می کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا می شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم، بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسی خداوند بمیرم. چون سخنان ما در او اثری نکرد، دست برداشتیم و گفتیم: باشد، هر چی خداوند می خواهد همان بشود. بعد از چند روز ما بار سفر را بستیم و عازم اورشلیم شدیم. چند نفر از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی کردند و ما را به خانه مناسون که اهل قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود بردند. وقتی به اورشلیم رسیدیم، برادران با گرمی از ما استقبال کردند. روز بعد پولس همراه ما به دیدن یعقوب رفت و تمام رهبران کلیسا آنجا حضور داشتند. پس از سلام و احوال پرسی، پولس از کارهایی که خدا با وسیله او در میان ملت‌های غیر یهود انجام داده بود گزارش کامل به آنها داد. آنان وقتی این را شنیدند، خدا را ستایش کردند و سپس به پولس گفتند: ای برادر، امان طور که می‌بینی هزاران نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. برای آنها گفته شده است که تو به یهودیانی که در کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم میدی که از شریعت موسی اطاعت ننموده فرزندان خود را سنت نکنند و دیگر رسوم خود را نگاه ندارند. چی کنیم؟ آنان حتماً از آمدن تو با خبر خواهند شد. پس هر چی به تو میگوییم انجام بده. در اینجا 4 نفر هستند که نذر نمودند. تو امرای آنان برو و با آنها مراسم تطهیر را به جای بیاور و خرج ایشان را هم قبول کن تا آنها بتوانند سرهای خود را بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید که در این شایعات هیچ حقیقت وجود ندارد، بلکه برعکس تو هم مطابق شریعت زندگی میکنی. و اما در خصوص غیر یهودیان که ایمان آوردند، ما قبلا حکم خود را کتباً به اطلاع آنها رسانیده ایم تا از خوردن غذاهایی که به بت‌ها تقدیم می‌گردد و خون و گوشت حیوان خفه شده و از زنا پرهیز کنند. پس روز بعد پولس آن 4 نفر را همراه خود برد و با آنان مراسم تطهیر را به جا آورد و بعد از آن داخل خانه خدا در اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را که در آخر آن باید برای هر یک از آنان قربانی گذرانیده شود اعلام نمود. هنوز دوره 7 روزه تطهیر به پایان نرسیده بود که بعضی از یهودیان مقیم ایالت آسیا پولس را در خانه خدا دیدند. آنان مردم را تحریک کردند و پولس را گرفتند و فریاد زدند:
ای مردان اسرائیلی کمک کنید، این امان کسی است که در همه جا بر ضد قوم ما و شریعت موسی و این مکان تعلیم می دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به این خانه خدا آورده و این مکان مقدس را نجس کرده است. آنان قبلا تریفیموس از اهالی افسوس را همراه پولس در شهر دیده بودند و گمان می کردند که پولس او را به خانه خدا آورده است. تمام شهر به هم خورد، مردم هجوم آوردند و پولس را گرفته از خانه خدا بیرون کشیدند و فوراً درهای خانه خدا بسته شد. وقتی مردم می‌خواستند او را بکشند، به قماندان فرقه رومی خبر رسید که همه ساکنان اورشلیم شورش کردند. او فوراً با عساکر و صاحب منصبان خود به سوی جمعیت شتافت. وقتی یهودیان فرمانده و عساکر را دیدند، از زدن پولس دست برداشتند. در این موقع قماندان به پولس نزدیک شد و او را دستگیر ساخت و امر کرد که او را با دو زنجیر ببندند. آنگاه پرسید این مرد کیست و چه خطایی کرده است؟ بعضی از آنان به صدای بلند یک چیز می گفتند و بعضی ها چیز دیگر، و چون به علت جنجال بسیار نتوانست از حقیقت امر مطلع شود، فرمان داد که او را به قشله ببرند. وقتی به زینه های فرقه رسیدند، عساکر به سبب خشم جماعت مجبور شدند پولس را روی شانه های خود ببرند، زیرا مردم به دنبال آنان افتاده و دائما فریاد می زدند. هنوز داخل قشنه نشده بودند که پولس رو به قماندان کرد و پرسید اجازه میدی چیزی بگویم؟ قماندان جواب داد تو یونانی هم میدانی؟ پس تو آن مصری نیستی که چند پیش فتنه برپا کرد و 4000 آدم کش را با خود به بیابان برد؟ پولس گفت من یهودی هستم، اهل شهر ترسوس قلیقیه و تابعی یک شهر بزرگ و مهم هستم. خواهش میکنم اجازه بدی تا با مردم صحبت کنم. وقتی قماندان با او اجازه داد، او بالای زینه ایستاد و با بلند کردن دست خود از جمعیت خواست خاموش باشند، و همین که کاملا خاموش شدند، به زبان عبرانی خطاب با آنان چنین